سرخط خبرها. افزایش شماره تلفات درگیری میان گروهی طالبان به 130 کشته و یا زخمی. این درگیری ها همچنان ادامه دارد. اوجگیری دوباره خشونت ها در سرزمین های اشغالی فلسطین. در این خشونت ها 4 فلسطینی به شهادت رسیدند. و آزمایش دو موشک دوربرد از سوی سپاه پاسداران ایران. این موشک ها تا 2000 کیلومتر برد دارند. به نام خدا و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مکرم ایشان. خوش آمدید به خبرهای 19 اوت و 9 مارچ سال 2016 میلادی. مشروع خبرها. تا کنون ثبت نام افراد برای کار در پروژه تاپی به گونه رسمی آغاز نشده است. مسئولان بخش کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور با بیان این مطلب تاکید کردند. در صورت آغاز روند ثبت نام به گونه رسمی از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی خواهد شد. در همین حال یک مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای روز چهارشنبه در هرات گشایش یافت که در آن 360 نفر آموزش‌های فنی را فرا می‌گیرند. پیدا کردن شغل مناسب یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان در کشور است. تا کنون حکومت افغانستان در حد توان برای اینکه جوانان بتوانند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به گونه معیاری فرا بگیرند، تلاش‌هایی را به انجام رسانده. مانند این مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در هرات که 360 نفر از جوانان حرفه‌های مختلف را در آن فرا می‌گیرند و سپس وارد بازار کار می‌شوند. تا فعلا کدام مرکز بسیار مشخصه که ثبت نام آغاز کرده باشه وجود نداره و هر زمانی که ما موضوعات ابتدایی را تکمیل کردیم، کارهای ابتدایی ما تکمیل شد، برنامه آغاز شد، انشاءالله ما از طریق رسانه ها شهروندهای هرات و شهروندهای افغانستان در جریان میگذاریم. قسمت عمده افراد جوی کار را در کشور کارگران ساده تشکیل میدهند. در این میان افرادی هم هستند که با دادن وعده پیدا کردن کار برای افراد بیکار از آنان کلاهبرداری میکنند و پول زیادی را به جیب میزنند. چندی پیش آوازه های مطرح شد که در برخی از روستاهای هرات برخی ها از باشندگان محل به بهانه این که آنان را در پروژه تاپی استخدام میکنند پول دریافت کردند. اما مسئولان بخش کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور آغاز رسمی ثبت نام افراد را برای کار کردن در پروژه تاپی رد کردند. مواظب باشند تا فعلا این برنامه آغاز نشده. کسایی که دست به اخاذی میزنند، کمپانیایی که به صورت غیر قانونی عرض اندام میکنند، اونا به یک گونه تفهیم میکنند که گویا این برنامه آغاز شده و ما توانایی ازیره داریم که یک گروه از کارگرها را به کشورهای دیگر انتقال بدیم. فریب از اونا را نخورن. این برنامه کاملا مجانی است. هر زمان که آغاز شود از هیچ کارگر پول گرفته نمیشه، به صورت مجانی به او کشورها انتقال داده میشه. در کنار این برخی شرکت ها هم برای فرستادن کارگران از افغانستان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ثبت نام نمودند. بر اساس آمار ارائه شده بیش از 50 شرکت به گونه رسمی در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شدند، اما فرستادن کارگر به کشورهای خارجی را تا کنون آغاز نکردند. افتتاح یک مرکز آموزش فنی حرفه‌ای در هرات است که حدوداً 360 نفرند تحت پوشش میگرن. همه جوان ها هستن، شاگردایی که در اینجا مصروف فراگیری آموزش های فنی حرفوی هستن. 40% خانم ها تشکیل میتن و حدودا 60% طبقه ذکور. ساحات مختلف آموزش های فنی حرفوی برای زنها ارائه میشه. 6 ماه برنامه است. در افغانستان آمار مشخص و دقیقی از افراد بیکار وجود ندارد، اما آنچه مشخص است این است که با گذشت هر سال بر تعداد افراد بیکار افزوده میشود. حالا چشم امید بسیاری از افرادی که در جستجوی کار هستند به پروژه تاپی است. قرار است 19000 نفر از باشندگان افغانستان در این پروژه بزرگ اقتصادی مشغول به کار شوند و این مسئله میتواند شمار افراد بیکار را در کشور کاهش دهد. درگیری میان گروهی شورشیان طالب در منطقه زیرکوه ولسوالی شندن تا کنون بیش از 130 نفر کشته و یا زخمی بر جای گذاشته است. جیلانی فرهاد مسئول دفتر رسانه‌های والی هرات به شبکه استقلال گفته است
بر اساس گزارش‌های استخباراتی از منطقه نبرد، در این درگیری 65 شورشی طالب کشته شده و 67 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته او شب گذشته نیروهای ارتش ملی نیز مواضع دو طرف درگیر را گلوله باران کردند. این در حالی است که شورشیان طالب چندی پیش از این نیز در منطقه زیرکوه با هم به درگیری میان گروهی پرداخته بودند. درگیری که بین طالبان مسلح در اطراف قلعه زیرکوه ولسوالی شنبند رخ داده بود، بر اساس گزارش های کشتی به استخباراتی 130 تن از دو طرف درگیری کشته و زخمی شدند. در بین از این افرادی که حد کردن حدود 65 کشته و 67 زخمیه و هر دو طرف در این درگیری ها متعدد تلفات و خسارات شدند. همچنین نیروهای اردوی ملی مسلح در ولسوالی شندن شب و گذشته مواضع دو طرف گلوله باران کردند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان و فعالان سیاسی زون غرب تاکید می‌کنند که باید در گفتگوهای صلح منافع اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شود. در محفلی که شب گذشته به مناسبت سالروز شهادت عبدالعلی مزاری در هرات برگزار شده بود، همچنان سخنرانان بر حفظ وحدت و حمایت از نیروهای امنیتی کشور تاکید نمودند. در اینجا مراسمی به خاطر یاد بود سالروز شهادت عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و سالروز شهادت نوروز علی یوسفی یکی از فرماندهان پیشین جهادی در هرات برگزار شده است. سخنرانان این مراسم بر حمایت مردم از نیروهای امنیتی کشور در شرایط کنونی تاکید دارند. هر حرکتی که برای تضعیف دولت است منافع دشمن تمام می شود. هر ذهنیت و بدبینی که به مردم ایجاد می شود برای مخالفین دولت تمام می شود. ما باید ملت خیش را به فردای کشور خیش امید دهیم. امروز نیروهای امنیتی ما جان را در طبق اخلاص گذاشتن، رفتن به میدان جنگ در سخت‌ترین جاها بدون کدام پشتوانه حضور پیدا کردن. شما باید تقدیر بکنید که نیروهای امنیتی شما امروز بسیار قدرتمندند، بسیار جانفدایند، بسیار ایثارگری کردند تا افغانستان را از یک سقوط در مقابل تروریسم نگه داشتند. در کنار حمایت از نیروهای امنیتی، علمای دینی حاضر در مراسم بر ایستادگی مردم در مقابل گروه‌های هراس افکن نیز پافشاری می‌کنند. ما از هیچ کسی نمی‌ترسیم و نمی‌هراسیم. ما از همین خاک به همین خاک متولد شدیم و باید به همین خاک بمیریم. همونطوری که در قیام 24 اوت جانانه به جلو به پیشگاه شهادت شتافتند برادران ما شهید شدند، روی اونا شاد باشه. همونطور باز هم متحد و متفق جواب هر توطیه‌گری که در این مملکت دست توطیه و دسیسه دارد گرفته خواهد شد. در همین حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز در سخنانی از فریبکاری در روند گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان شکایت می کنند. با این بازی های مارمولکی ما به صلح نخواهیم رسید. ما برای دستیافتن به صلح یک اراده می خواهیم. مردم افغانستان تشنه صلح هستند. اما یک اراده باید به وجود بیاید. اولین مسئله ایست که ما بفهمیم دشمن ما کیست؟ دشمن کیست؟ و با دشمنی که جنایت میکند چگونه باید برخورد بکنیم؟ شهید عبدالعلی مزاری در اواخر سال 1373 پس از اسارت از سوی طالبان به شهادت رسید و در شهر مزار شریف به خاک سپرده شد. یک بمبگذار کمربند انتحاری خود را در نزدیک کاخ ریاست جمهوری منفجر نمود که در این رویداد تنها خودش جان باخته است. مقام‌های امنیتی در کابل می‌گویند بمبگذار انتحاری حوالی ساعت 4 عصر چهارشنبه در نزدیک ساختمان‌های پلیس آتش‌نشانی و اداره امور ریاست جمهوری از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شد و پا به فرار گذاشت. این بمبگذار در حال فرار بوده که کمربند انتحاری خود را منفجر کرده است. نیروهای امنیتی در ولایت بلخ عملیات گسترده‌ای را به هدف سرکوب شورشیان به رهبری عطا محمد نور را اندازه کردند. در این عملیات تاکنون 28 شورشی طالب کشته و یا زخمی شدند و مسئولان هدف اساسی این عملیات را تأمین امنیت جشن‌های نوروز خواندند. نیروهای نظامی در ولایت بلخ در شمال کشور عملیات مشترکی را در دو ولسوالی کشنده و زاریه این ولایت به هدف سرکوب تهدیدات مخالفان و پاکسازی ساحات از وجود شورشیان راه اندازی کردند. هدف از راه اندازی این عملیات
پاکسازی ساحات از وجود شورشیان و دفع تهدیدات امنیتی پیش از برگزاری جشن نوروز گفته شده است. حتی محمد نور والی بلخ رهبری این عملیات را به عهده دارد. آقای نور برای حمایت از نیروهای نظامی و روحیه دادن به آنان خودش به سنگرهای نبرد رفته و در این عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی را همراهی می کند. یه حرکت بسیار خطرناک در یکی از مناطق کوهستانی که شما دیدید، من با کامرایتان فیلم گرفته باشیم که نقاط بسیار استراتژیک و بسیار خطرناک در راه‌های بسیار پرخم و پیچ، بسیار اراضی موجدار و مغلق و پیچیده، اینا پایگاه ساخته بودن که فضل خداوند ریشه کنش کردیم با کمک خداوند. با مردم خود اطمینان میتیم در هر ولسوالی که اینا حرکت دهشت‌افکنانه راه بندازن، اینا سرکوب بشن و ما با دنبالشان هستیم با کمک خداوند. مسئله نوروز تدابیر خوب گرفتیم، مردم ما انشاءالله میتونن که به فکر آرام نوروز اشتراک کنن و بخیر بگذرن. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت بلخ، در جریان این عملیات تاکنون 8 شورشی کشته شده و 18 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. گفته شده که تمامی ساحات ولسوالی کشنده از وجود مخالفان پاکسازی شده است و عملیات نیروهای نظامی در چندین قریه از مربوطات ولسوالی زاری ادامه دارد. در این عملیات نیروهای ارتش ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و پلیس محلی به گونه مشترک کار می‌کنند. تا این دم که ما معلومات گرفتم دیپوی مهمات اینا به دست آمده و تعداد زیاد افراد مسلح اینا که شامل ماشیندارای گیرینوف و خفیف و سلاح راکت و کلنشکوف میشه، سلاح اینا به دست آمده، دیپوی مهماتشان به دست آمده و یا 19 نفر تا هنوز اسیر گرفته شده و جسدایی که ما یادداشت داریم و به دست افراد ما افتیده، 7 جسد با به شمول افراد مشهور اینا تا هنوز کشته ها و جسدای اینا به میدان مانده. جشن نوروز یا سال نو خورشیدی همه ساله طی مراسم ویژه در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تجلیل می شود و شهروندان از ولایات مختلف کشور به آنجا می آیند. با این حال نیروهای امنیتی در تلاش تأمین امنیت در جریان برگزاری جشن نوروز هستند. پیش از این اما عملیات نظامی به رهبری عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در ولایت‌های جوزجان و فاریاب به هدف پاکسازی ساحات از وجود مخالفان مسلح راه اندازی شده بود. خبرهای کوتاه داخلی را همکارم تقدیمتان می‌کند. منابع خبری در هرات میگویند یک قمندان پیشین جهادی حوالی ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر امروز در منطقه اسفینادی شهر هرات از سوی افراد ناشناس به شهادت رسیده است. دکتر عزیزالرحمن جامی مسئول بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات میگوید این شخص قبل از آنکه به شفاخانه انتقال یابد جان باخته بود. فردی که هدف ترور قرار گرفته صوفی محمد نام داشته و مرمی به ناحیه سر این شخص اصابت کرده است و باشنده روستای سیاوشون ولسوالی گذره بوده است. مقام‌های امنیتی در ولایت کندوز می‌گویند که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای ارتش افغانستان در ولسوالی چهاردره این ولایت، دست کم 6 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند، اما عملیات در این ساحه به دلیل آسیب نرسیدن به غیر نظامیان به کندی پیش می‌رود. قاسم جنگلبا قمندان امنی این ولایت می‌گوید که در نتیجه عملیات روز گذشته در ولسوالی چهاردره این ولایت 4 مخالف مسلح دولت کشته و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. این در حالی است که مقام‌های امنیتی افغان روز گذشته همچنان از وارد شدن تلفات سنگین بر گروه طالبان و پاکسازی 5 قریه در ولسوالی چهاردره از وجود جنگجویان این گروه خبر داده بودند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار در شرق کشور می‌گویند که در نتیجه شلیک هوایی شهروندان پس از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان 2 کودک کشته شدند. بیشتر نیز در نتیجه شلیک هوایی شهروندان پس از پیروزی تیم ملی کرکت مقابل تیم ملی زیمبابوه 1 تن در هلمند کشته و 2 تن دیگر در کابل زخمی شدند. تیم ملی کرکت افغانستان شب گذشته در نخستین دیدار از مرحله مقدماتی جام جهانی بیساواره تیم ملی اسکاتلند را شکست داد. شماری از شهروندان جلال آباد در مرکز ننگرهار برای تجلیل از پیروزی ملی پوشان کرکت اقدام به شلیک هوایی کردند.
به خبرهای خارجی از استقلال خوش آمدید. در نتیجه خشونت‌های شبانه روز گذشته در فلسطین اشغالی 4 فلسطینی به شهادت رسیدند. همچنان یک گردشگر آمریکایی نیز در این خشونت‌ها کشته و چند اسرائیلی زخم برداشتند. این در حالی است که جو بایدن، معاون نخست ریاست جمهوری آمریکا، به هدف از سرگیری گفتگوهای صلح در اسرائیل به سر می‌برد. شهرهای تل‌آویو، بیت المقدس و پتخ تیکوا روز سه‌شنبه و چهارشنبه صحنه چند حمله با سلاح‌های سرد و گرم به عابران و گردشگران بود. در تل‌آویو و در نتیجه ضربات چاقوی یک جوان فلسطینی، یک گردشگر آمریکایی کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند. عامل فلسطینی این حمله که یک جوان 22 ساله بوده است، در نتیجه شلیک گلوله پلیس اسرائیل جان باخته است. در بیت المقدس نیز یک فلسطینی با گشودن آتش به روی سربازان اسرائیلی دو پلیس اسرائیلی را مجروح کرد. این جوان فلسطینی در حین فرار از محل تیراندازی توسط نیروهای اسرائیلی هدف گلوله قرار گرفت و شهید شد. پلیس همچنین میگوید یک عرب اسرائیلی نیز در شهر پتخ تیکوا با حمله به یک یهودی اسرائیلی وی را از ناحیه قفسه سینه با چاقو مجروح کرده، اما حال وی مناسب گزارش شده است. پلیس میگوید توانسته این جوان 20 ساله را پس از مجروح کردن خلع سلاح کند. این حملات در حالی صورت میگیرد که جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای یک دیدار 48 ساعته در تل‌آویو به سر میبرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا که در فاصله ای نه چندان دور از محل حمله به وقوع پیوسته در تل‌آویو با شیمون پرز، رئیس جمهور سابق اسرائیل، دیدار میکرد، بار دیگر بر اهمیت امنیت اسرائیل برای کشور دولت مطبوع خود تاکید کرد. دیدار این دو در مرکز صلح متعلق به شیمون پرز، برنده جایزه صلح نوبل، صورت گرفته است. بحران سوریه از موضوعاتی بود که در گفتگوهای میان رئیس جمهوری سابق اسرائیل و جو بایدن مطرح شده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز چهارشنبه به طور جداگانه با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز دیدار کند. حملات فردی از سوی فلسطینی ها و اسرائیلی ها علیه یکدیگر که از ماه سپتامبر گذشته در اراضی اشغالی شدت یافته است، تا کنون منجر به شهید شدن دست کم 175 فلسطینی شده است. به گفته مقامات اسرائیلی تا کنون 28 اسرائیلی نیز در نتیجه این حملات که عمده آنها با استفاده از چاقو صورت گرفته است جان باختند. در ادامه آخرین مرحله از رزمایش موشکی موسوم به اقتدار ولایت، سپاه پاسداران ایران دو فروند موشک بالستیک دوربرد شلیک کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح چهارشنبه دو فروند موشک بالستیک قدر H و F از ارتفاعات البرز شرقی شلیک شد. سپاه پاسداران اعلام کرده است که این موشک ها با موفقیت توانستند پس از طی 1400 کیلومتر اهداف از پیش تعیین شده سواحل مکران در جنوب شرقی ایران را مورد اصابت قرار دهند. برد نهایی موشک‌های بالستیک قدر F و قدر H به ترتیب حدود 2000 و 1700 کیلومتر تخمین زده می شود. دونالد ترامپ که برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری تلاش می کند، در رأی‌گیری روز سه‌شنبه در دو ایالت میشیگان و میسیسیپی پیروز شده است. همزمان برنی سندرز در یک تحول غیرمنتظره در ایالات مهم میشیگان پیروز شده و با این حال هیلاری کلینتون با فاصله زیاد ایالت میسیسیپی را نصیب خود کرد. انتخابات مقدماتی در ایالات میسیسیپی و میشیگان به نفع دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه تمام شد. در تاریخ اولیه اعلام شده میلیاردر آمریکایی در میسیسیپی 48% آرا و در میشیگان 37% آرا را از آن خود کرده و بالاتر از تد کروز، رقیب اصلی خود، ایستاده است. وی در نطق پیروزی خود مدعی شد که حتی دموکرات ها هم به وی رأی دادند و گفت: مشارکت در این انتخابات هر هفته گسترده بوده است. دموکرات ها پرشمار به ما پیوستند. این خیلی مهم است. رای دهندگان مستقل هم همینطور و کسانی که هیچ وقت به جمهوری خواهان رای نداده بودند و حتی به آن هم فکر نکرده بودند در اینجا هستند. در جبهه دموکرات ها هیلاری کلینتون در میسیسیپی و برنی سندرز در میشیگان پیروز این انتخابات شدند. برنی سندرز، نامزد سوسیالیست دموکرات که 50% آرا را در میشیگان کسب کرده است، این پیروزی را نشانه موفقیت کارزار خود دانست و گفت: نتیجه امشب به معنای این است که کارزار برنی سندرز انقلاب مردم و انقلاب سیاسی ادامه دارد. این انقلاب قوی دارد در هر گوشه کشور اتفاق می‌افتد و به صراحت می‌گویم در قوی‌ترین مناطقی که با ما هستند تکرار خواهد شد.
هیلاری کلینتون که در میشیگان با نزدیک به 3% نتیجه این انتخابات را به برنی سندرز واگذار کرده است، در میسیسیپی توانسته بیش از 80% آرا را از آن خود کند. 31 انجمن درون حزبی وی را برگزیدند و 2 انجمن نیز به برنی سندرز رأی دادند. اگرچه هیلاری کلینتون نتیجه آرای انتخابات مقدماتی را در این ایالت به برنی سندرز باخته، اما توانسته است انجمنهای درون حزبی بیشتری را با خود همراه کند. طبق نتایج اولیه اعلام شده، 10 انجمن درون حزبی به وزیر دفاع سابق آمریکا رأی دادند. وی که پس از پیروزی هایی که در روز سه‌شنبه بزرگ داشت، در سخنرانی های خود بیش از گذشته مستقیما به دونالد ترامپ حمله می کند. در نطق خود گفت هدف از ریاست جمهوری ارائه و انتشار توهین نیست، بلکه برای دادن نتیجه به مردم آمریکاست. هیلاری کلینتون تا اکنون در 13 ایالات پیروز شده و از حمایت 1.30 انجمن درون حزبی برخوردار است. در مقابل برنی سندرز تا اکنون حمایت 499 انجمن درون حزبی دموکرات ها را به نام خود ثبت کرده است. درها یکی پس از دیگری بر روی پناهجویان بسته می شوند. اسلوونی، سربستان و مقدونیه روز سه‌شنبه اعلام کردند از این پس از ورود پناهجویان فاقد گذرنامه جلوگیری خواهند کرد. از میان این سه کشور تنها اسلوونی عضو پیمان شنگن است که به این ترتیب تصمیم گرفته تا برخلاف اصل گذر آزاد میان کشورهای عضو این پیمان، تمامی مرزهای خود را به روی پناهجویان غیرقانونی ببندد. این در حالی است که بین 14 تا 20 هزار پناهجو در منطقه ایدومانی واقع در شمال یونان پشت مرز بسته مقدونی همچنان در پی یافتن راهی برای ورود به مرکز اروپا هستند. حال وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار در بازار هرات. خوش آمدید به بررسی وضعیت آب و هوای هرات و چند شهر دیگر. فردا پنجشنبه آسمان کابل بارانی، بالاترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. هرات ابری همراه با رعد و برق، بالاترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه ابری است، بالاترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 13. قندهار ابری همراه با رعد و برق، بالاترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 10. آسمان جلال آباد نیز ابری، بالاترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. غزنی بارانی، بالاترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. و سرانجام بامیان نیز بارانی، بالاترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1. توجه شما را جلب می‌دارم به بررسی وضعیت نرخ اسعار در بازار روز هرات. یک دلار آمریکایی خرید 68 افغانی و 10 پول، فروش 68 افغانی و 20 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 74 افغانی و 50 پول، فروش 75 افغانی. یک پوند انگلیس خرید 96 افغانی، فروش 96 افغانی و 30 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 19 افغانی و 90 پول، فروش 20 افغانی. 1000 کالدار پاکستانی خرید 643 افغانی، فروش 644 افغانی. 1000 روپیه هندی نیز خرید 1010 افغانی، فروش 1020 افغانی. 1 درهم امارات خرید 18 افغانی و 50 پول، فروش 18 افغانی و 60 پول. و سرانجام 1 ریال سعودی خرید 18 افغانی، فروش 18 افغانی و 10 پول. و در پایان یک بار دیگر ناوین اصلی خبرها را بازگو می کنم. افزایش شماره تلفات درگیری میان گروهی طالبان به 130 کشته و یا زخمی. این درگیری ها همچنان ادامه دارد. اوجگیری دوباره خشونت ها در سرزمین های اشغالی فلسطین. در این خشونت ها 4 فلسطینی به شهادت رسیدند. و آزمایش دو موشک دوربرد از سوی سپاه پاسداران ایران. این موشک ها تا 2000 کیلومتر برد دارند.
این بود خبرها که از طریق شبکه تلویزیونی استقلال خدمت شما عزیزان تقدیم شد. من و سایر همکارانم در تیم خبر اوقاتی خوش برایتان آرزو مندیم. سپاس از همراهیتان.